مولانا میگه دامداره گاو رو غروب اومد بس توی آخر، شیره گاو خورد همونجا نشست، نصف شب اومد بره به گاوه سر بزنه. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنجکاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. شیر گفت ار روشنی افزون بودی، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. اگه یه خورده هوا روشن تر بود این زهره اش میترکید. این چنین گستاخ زان میخاردم، کو در این شب گاو میپنداردم. این بحران همه طلاق هاست، کج فهمی، نه نافهمی، کج فهمی. آقا منظور من این، آو منظورت ای بود. آقا من دو ماه فکر میکردم منظورش اینه. بحرانهای ما ایناست، کج فهمی، قیاسهای خطا. مولانا میگه مغازه‌دار یه توتی داشت که این به زبان آدم ها صحبت میکرد، سر مشتری ها رو گرم میکرد. یک بار از مغازه میره بیرون، یه گربه میاد تو مغازه دنبال موش میدوه، این قفس توتی تکون میخوره، میزنه به یه شیشه روغن، شیشه روغن رو میشکنه، روغن میریزه. مغازه دار میاد فکر میکنه که آره این بازیگوشی کرده و روغنو میزنه تو سر این توتی تا تمام این کرک و کاکولیش میریزه، سر توتی تاس میشه، توتیه دیگه صحبت نکرد. هرچه دعا سنایی ور او ور زیارت نظر فلان، هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. تا بلکه دوباره شروع کنه صحبت کردن و این هیچ حرف نمی زد. تا یه بار یه درویش تاسی سرش تاس اومد از جلو مغازه رد شد، جولقی ای پا برهنه می گذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. سر این درویش این پشت کاسه همینطور، این تا نگاش می کنه بهش میگه ای کل از چه با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ فکر می کنه هر کی سرش تاسه روغن ریختی. مولانا میگه از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. آن یکی شیریست اندر بادیه قابلمه دیگ، وان دیگر شیریست اندر بادیه جنگل. آن یکی شیریست که آدم میخورد، وان دیگر شیریست که آدم میخورد. میگه جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. مولانا معتقد علت انحراف بشر، تمایل بشر به باطل نیست، حق رو با بدلش اشتباه گرفته. تلبس الحق و تکتم الباطل همینه دیگه، حق رو با بدلش اشتباه گرفته. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر. این ندانستند ایشان از عمی، هست فرقی در میان بیمنتهی. هر دوگون آهو گیا خوردند و آب، ما دوتا آهو داریم، یا آهویی که هرچی میخوره پهن و سرگینه شکمش، یا آهویی هم که این نافش مشک ختنه، که میگن اگر دو ساعت و نیم در یه خانه اینو شما بسوزونید تا 6 سال بوی عطر اون میمونه. هر دوگون آهو گیا خوردند و آب،
زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دوگون زنبور خوردند از محل، شد زین یکی شد نیش و زان دیگر عسل. زین یکی شد نیش و زان دیگر عسل. هر دو نی خوردند از یک آب خر، این یکی خالی و آن پر از شکر. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 سال راه بین. آن منافق با موافق در نماز، از پی استیزه آید نی نیاز. مؤمنش خانی جانش خش شود، بر منافق گویی پر آتش شود. میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. بحران ما در طلاقهای امروزی بحران قیاسهای غلطه، پنداشتهای غلطه، دریافتهای اشتباهه.